این هفته در کلیک در مورد فناوری‌های تشخیص چهره و رصد کردن مردم صحبت می‌کنیم. فناوری‌هایی که هم کازینوها مشترکن هم پلیس. ولی امسال این آقا ازش ناراضیه. 90 پوند جریمه هم کردن. نگاه کن. آفرین 90 پوند. آفرین واقعا. این صورت هر دری رو باز میکنه. خب واقعا اینطور نیست، اما گوشی من رو که باز میکنه. اگه گوشی شما هم همچین فناوری داره، احتمالا میدونید که فناوری تشخیص چهره همین الان خوب عمل میکنه. فناوری تشخیص چهره بیش از هر چیز به کار امنیت و کنترل آدم ها میاد. همین اواخر تیلور سویفت توی یکی از کنسرت‌هاش مخفیانه از این فناوری استفاده کرد تا مزاحم ها رو پیدا کنه و بیرون بندازه. در چین مقام‌های مسئول از این فناوری استفاده می‌کنند تا شهروندان خطاکار رو بی‌آبرو کنند. حتی بابت یک کار کوچیک مثل رد شدن از جایی که خط‌کشی عابر پیاده نداره، تصویر آدم رو می‌ندازن روی بیلبورد. در پکن از این فناوری حتی برای جلوگیری از دزدی دستمال توالت از دستشویی‌های عمومی هم استفاده می‌کنند. و به تازگی اعلام شده که مسئولان چینی دارن از فناوری بایومتریک استفاده می‌کنند تا رفت و آمد اقلیت اویغور رو زیر نظر بگیرن. این مورد یکی از نمونه‌های نگران کننده ای که نشون میده چطور میشه از تشخیص چهره برای شناسایی و ردیابی گروه اقلیت سوء استفاده کرد. To detect, track and analyze people and objects in video. شرکت‌های بزرگ فناوری هم در این مورد اختلاف دارند. آمازون به خاطر فروختن نرم افزار تشخیص چهره به دستگاه‌های انتظامی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته. چندین کارشناس هوش مصنوعی از شرکت‌های مایکروسافت، گوگل و فیسبوک در یک نامه سرگشاده از آمازون خواستند این کار را نکنه. توی نامه گفتند خطای الگوریتم آمازون در مورد چهره زنها و کسانی که پوست تیره دارند بیشتره. مایکروسافت اخیراً درخواست پلیس کالیفرنیا رو که خواسته بود توی ماشین‌های پلیس و روی دوربین‌هایی که به لباس افسرها نصبه نرم افزار تشخیص چهره بذارن، با این استدلال که میتونه ایراد حقوق بشری داشته باشه رد کرد. سفارش هایی بوده که ما رد کردیم. مواردی بوده در بعضی نقاط جهان که دولت ها میخواستن از فناوری ما استفاده کنن و ما گفتیم نه، چون مطمئن نبودیم در به کار گرفتن اون فناوری حقوق اولیه افراد رو در نظر بگیرن. و گوگل قول داده فناوری تشخیص چهره رو تا زمانی که سیاست مناسبی همراهش نیست ارائه نده. با این حال پلیس بریتانیا همچنان داره طرح تشخیص چهره زنده رو دنبال میکنه. در این طرح وقتی برنامه مهمی مثل کارناوال ناتینگهیل یا یک مسابقه فوتبال مهم برگزار میشه، خودروهایی با تجهیزات مخصوص میفرستند که جمعیت رو زیر نظر بگیره. من کوچکترین تردیدی ندارم که طرح آزمایشیمون قانونی و بجاست. اما این موضوع بسیار بحث برانگیز شده. گروه‌های مدافع حقوق مدنی میگن فناوری مربوطه دقیق نیست و حق حریم شخصی افراد رو نقض میکنه. جف وایت در طول سال گذشته پیگیر استفاده پلیس بریتانیا از فناوری تشخیص چهره بوده. خط مقدم تشخیص چهره. دوربین‌های پلیس در شرق لندن. همه اسکن میشن. اگه بگین نه اینجوری میشه. اگه بخوام صورتمو بپوشونم میپوشونم. قول نده. این مرد صورتش رو پوشون. پلیس جلوش رو گرفت و به رغم میلش ازش عکس گرفت و مشاجره راه افتاد. What's your suspicion? The fact that he walked past clearly marked. I would do the same. I would do the same. No, it doesn't. پلیس در نهایت مرد رو به خاطر برهم زدن نظم جریمه کرد. تو را که می اومدم یه آقای بهم گفت پایین تر تشخیص چهره گذاشتن. منم رسیدم اونجا اینجوری کردم. هوا سرده. پلیسی گفت باید با ما بیای. منم گفتم برو پیکارت. گفتم نمیخوام صورتم هیچ جا ثبت بشه. اگه دلم بخواد صورتم رو بپوشونم میپوشونم. به اونا ربطی نداره. بعد به همین خاطر 90 پوند جریمه هم کردن. نگاه کن. آفرین 90 پوند. آفرین واقعا.
well done. این آقا رو در آخرین بخش از 10 مرحله عملیات آزمایشی نگه داشته بودند. البته طرح پلیس لندن بعضن مفید هم بوده. در همین دوره آزمایشی با تشخیص چهره 3 نفر رو دستگیر کردند. اما در کل آزمایش‌ها جنجال برانگیز بوده. مخالفا میگن قانونی در این باره وجود نداره. There is nothing in UK law that has the words facial recognition. هیچ جای قانون بریتانیا اشاره‌ای به تشخیص چهره نشده. هیچ مبنای قانونی برای اینکه پلیس از تشخیص چهره استفاده کنه نداریم. هیچ محدودیت قانونی برای اینکه چطور استفاده کنن وضع نشده. نه آیین‌نامه‌ای هست نه مقرراتی هست. کاملا هرکیه. معلوم نیست اسم کیا توی فهرستشون هست. معلوم نیست عکس‌ها رو چقدر نگه می‌دارن. پلیس همینجوری برای خودش قانون در میاره. ترس اصلی من اینه که به شبکه عظیم دوربین‌های مداربسته امکان تشخیص چهره زنده هم اضافه کنن. حدود 6 میلیون دوربین در این کشور هست. اگر تشخیص چهره بذارن، شکل زندگی در این کشور عوض میشه. هر جا بریم شناسایی میشیم، ردیابی میشیم. هر جا که رفته باشیم ثبت میشه. میتونن چهره شما رو جستجو کنن و جزئیات رفت و آمد هاتون رو ببینن. حرف پلیس اینه که در دورانی که هر موبایلی تشخیص چهره داره، چرا پلیس باید عقب بمونه؟ نظر من و رئیس پلیس و کل هیئت رئیسه پلیس متروپولیتن اینه که اگه سراغ این فناوری نریم، قصور کردیم. اتفاقا ما باید همه فناوری‌ها رو بررسی کنیم که ببینیم از چه راهی بهتر میتونیم امنیت مردم رو حفظ کنیم. چطور میتونیم کار پلیس رو موثرتر کنیم؟ در این حال کاملا واقفیم که نگرانی‌هایی هم وجود داره. هدف ما از این آزمایش‌ها اینه که همین نگرانی‌ها رو بهتر بفهمیم و ببینیم چطور میتونیم هم حقوق اولیه افراد رو در نظر بگیریم، هم امنیتشون رو تضمین کنیم. در این راستا تمام امکانات موجود رو ارزیابی می‌کنیم. امکان اضافه کردن فناوری تشخیص چهره به لباس پلیس یا ابزار کوچکتر یا به دوربین‌های مداربسته هست. بنابراین ما قطعاً همه این گزینه‌ها رو بررسی می‌کنیم. اما حتماً با ارزیابی دقیق و تدابیر لازم و یادگیری مسائل مرتبط با این فناوری این کار رو می‌کنیم. موضوع فقط ماشین‌های دوربیندار نیست. پارسال پلیس لندن بیرون یکی از بزرگترین مراکز خرید لندن هزاران رهگذر رو با دوربین مداربسته اسکن کرد. هدف اونطور که اعلام کردن ردیابی مجرم‌های شناخته شده بود. افرادی که کار غیرقانونی کردن ولی آزادن ممکنه باز هم مرتکب جرم بشن. واضحه که یه تاکتیک لازم داریم، یه تاکتیک جدید، و این فناوری رو به همین خاطر به کار گرفتیم که این افراد رو که نباید آزاد باشن ولی آزادن بگیریم و به دست قانون بسپاریم. این خواست مردمه. ما طبق خواسته مردم عمل میکنیم. با وجود اینکه علائم هشدار دهنده گذاشته بودن، خیلی ها نمیدونستن چون این طرحی داره اجرا میشه. وقتی میفهمیدن، واکنش های مختلف نشون میدادن. بعضی ها معتقد بودن به نسبت شیوه های رایج پلیس پیشرفت محسوب میشه. آزمایش فناوری تازه محدود به لندن نیست. پلیس ولز جنوبی هم 10-12 بار همین طرح رو آزمایش کرده، از جمله در مسابقه فینال لیگ قهرمانان اروپا با همین تجهیزات پلیس لندن. دو تا دوربین روی سقف ماشین کار گذاشتیم، یکی جلو یکی عقب. هر دو 360 درجه میچرخن. از توی ماشین میتونیم کنترلشون کنیم و از همه طرف ماشین فیلم بگیریم. تجهیزات جدید رو روی بعضی از نفرات پلیس امتحان کردند. سیستم بلافاصله صورت این زن رو تشخیص داد و با عکسی که توی پروندهش بود تطبیق داد. اینجا داشتیم برمیگشتیم مرکز. چهره رو شناخت و اسمش رو نوشت جولیا گاردنر و بلافاصله پیام هشدار فرستاد. بعد از اینکه پیام دستگاه رو چک کردن، به نیرویی که نزدیک اون محل باشه خبر میدن که بره سراغ مظنون و ببینه خودشه یا نه. حساسیت سیستم خیلی بالاست. نقطه شروع چشمه. چشم در فناوری تشخیص چهره مهمترین قسمته. چشم اغلب حتی اگه صورت پوشیده باشه هم معلومه. مثلا وقتی کسی کلاه ایمنی سرشه. البته تشخیص چهره همیشه جزی از کار پلیس بوده. چیزی که فرق کرده اینه که این سیستم ها در لحظه به طور زنده و در ابعاد عظیمی کار میکنن. این سیستم مثل یک فیلتر بزرگه. باهاش میشه سوزن رو توی انبار کاه پیدا کرد. وقتی چند صد هزار نفر از جلوی دوربین رد میشن، چشم آدم نمیتونه یکی از 700 نفری که پلیس دنبالشونه رو تشخیص بده. ولی این سیستم به مامور پلیس میگه یکی از اونا که دنبالشونه ممکنه اون باشه. سیستم تصویر دریافتی از دوربین رو با یک بانک اطلاعاتی از عکس‌ها تطبیق میده و بخشی از مناقشه هم به همین خاطره.
توی بانک‌های داده امنیتی و بانک اطلاعات ملی پلیس که بیش از 10 میلیون عکس داره، عکس افرادی که هرگز مجرم شناخته نشدن هم هست. در حال حاضر این اشخاص میتونن عکسشون رو حذف کنن. ولی باید درخواست بدن. بله، باید درخواست بدن. ولی فکر میکنم طرحی در دست اجراست که این فرایند خودکار بشه. عملیات آزمایشی پلیس ولز جنوبی و پلیس متروپولیتن لندن تموم شده، ولی فعالان حریم شخصی از هر دو پلیس به خاطر استفاده از فناوری تشخیص چهره شکایت کردند. بارونس جنی جونز از اعضای شورای لندن که از قضا خودش هم تجربه شخصی در این باره داشته، قاطعانه از به دادگاه کشیدن پلیس حمایت کرده. در بانک داده ملی پلیس اطلاعات همه جور آدمی پیدا میشه. امثال من و شما که نه جرمی مرتکب شدیم نه هرگز دستگیر شدیم هم توی اون بانک داده هستیم. خب به نظر من این شیوه نگه داشتن اطلاعات مردم از اساس ایراد داره. اگر به هر دلیلی اطلاعات شما وارد اون سیستم بشه تا درخواست ندین حذف نمیشه. من این کارو کردم، ولی موضوع اینه که باید بدونین اسمتون هست. اگه ندونین نمیتونین حذفش کنین چون نمیرین درخواست بدین. در نتیجه اطلاعات افراد زیادی بی جهت اونجا نگهداری میشه. از نظر من این شیوه بسیار ابلهانه است. بدتر اینکه این سیستم اونقدر نادقیقه که در آزمایش‌های قبلی 2% بیشتر درست تشخیص نداده، یعنی 98% خطا داشته. قضاوت پلیس گاهی خیلی اشکال داره و من از این جهت میفهمم چرا فکر میکنن چنین چیزی ممکنه مفید باشه، ولی در واقع فاجعه است. هر چه زودتر به حرف امثال من گوش بدن بهتره. حرف ما اینه که اگر برنامه رو کامل متوقف نمی‌کنین، حداقل کمی دست نگه دارین، تأمل کنین و مطمئن بشین که درست از این فناوری استفاده می‌کنین. این هفته رن زنفی بنیانگذار هواوی گفته اگر دولت چین اپل رو در این کشور ممنوع کنه، اولین کسی خواهد بود که اعتراض میکنه. این شرکت خودش داره برای رفع ممنوعیتش در آمریکا تلاش میکنه. نهاد ناظر بر حریم شخصی داده‌ها در ایرلند خبر داده که بیشترین میزان تحقیقات رو در مورد فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام انجام داده. این نهاد گفته از 19 پرونده 11 تاش به این سه شرکت مربوط بوده. و یک خبر خوب برای قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی در بریتانیا. 8 بانک مهم در این کشور قول دادن از مشتریانشون در این جور موارد بیشتر حمایت کنند، که قاعدتاً معنیش بازپرداخت پول‌های از دست رفته است. این پوکبال فقط برای جمع کردن پوکمون نیست. میتونه بهتون کمک کنه موقع خوابیدن هم امتیاز جمع کنید. این ترکر بلوتوث به بازیکن امکان میده در ازای خوب خوابیدن در داخل بازی امتیاز بگیره. نگرانی ها از سوء استفاده از بازی چند نفره رابلاکس که یکی از موفق‌ترین بازی ها برای بچه هاست، سازندگانش رو به واکنش واداشت. اونا گفتن فیلترهای جدی در بازی تربیه شده تا جلوی هر گونه رفتار نامناسب با کودکان رو بگیره. اونها اپ‌های ساخت شرکت‌های سالسی رو که بهش وابسته نیستن، عامل سوء استفاده معرفی کردن. و در آخر، اولین ربات تمشکچین دنیا در یک مزرعه در بریتانیا شروع به کار کرده. فعلا ممکنه کند باشه، ولی فیلد ورک روبوتیکس گفته ربات‌هاش به زودی خواهند تونست حدود 25,000 تمشک رو در روز بچینن، چیزی حدود 2 برابر رقبای انسانیشون، که با توجه به ظریف و حساس بودن این میوه کوچیک جای تحسین داره. در گزارش بعدی همکارم عمر مهتاب رفته ببینه آیا ماشین میتونه دستخطش رو کپی کنه. واقعا دستخط من انقدر بده؟ بله بله واقعا هست. دلم برای این ماشین میسوزه. ایشون همینگویه. کاری رو که من ازش بیزارم انجام میده، نامه نوشتن. ولی یه ویژگی منحصر به فرد هم داره، نامه رو با دستخط خودم مینویسه. این دقیقاً عین دستخط منه. برای اینکه همینگوی بتونه به دستخط من بنویسه، باید یه برگ نمونه مینوشتم. برای من حدود یه ربع طول کشید. همینگوی همین رو در 2 دقیقه مینویسه.
بعد از اینکه متن نمونه رو نوشتم و فرستادم، هند رایتینگ کمپانی اسکنش میکنه و میدهش به الگوریتم یادگیری ماشینی که دستخط من رو بررسی کنه و بفهمه من چه جوری مینویسم. نکته جالب فناوری ما اینه که کار آدم رو تقلید میکنه. آدما مطلقاً منحصر به فردن. یعنی هر بار که شما یه حرف الفبا رو مینویسی، یه ذره با دفعه قبل و بعد فرق داره. ما به همین فرق‌های ظریف دقت می‌کنیم. در واقع فناوری ما یاد می‌گیره شما چجوری می‌نویسی و همه اون تفاوت‌های ظریف در نوشتن شما رو تقلید می‌کنه. یه سری تفاوت ظریف دیگه هم خودش اضافه می‌کنه. جوری نیست که کلمه‌ها رو روی کاغذ چاپ کنه. دقیقاً همون جاهایی که من با قلم فشار میارم، فشار میاره. واقعاً عین من می‌نویسه. مثلا حرف جی، من جی رو اینجوری می‌نویسم. آخرش رو تاب نمی‌دم. اینم همینجوری مینویسه. تمام ظرایف رو رعایت میکنه. اون تیر رو نگاه کنید، واقعا محشره. جون من نگاه کن. واقعا آدم حیرت میکنه. حتی اگه من دقیقا زیر خطی که ربات نوشته بنویسم، میبینید که نتیجه کارمون خیلی شبیهه. یه جزئیات خیلی ظریفی هست در مدلی که من خودکار رو تکون میدم که توی نوشته من معلومه. ولی سوال اساسی اینه که این روزها نامه دستنویس به چه دردی میخوره اصلا؟ در نگاه اول به نظر هیچ خاصیتی نداره، ولی این روزا هر کسی انقدر ایمیل میگیره که احتمالاً نصفش رو نمیخونه. ولی یه چیزی که متفاوت باشه وسط این همه سر و صدای زائد خودش رو نشون میده، یکم شخصی میشه. ما با سازمانهای بزرگ سیاسی همکاری میکنیم که از این نامه ها میفرستن، یا مثلا هتل ها میتونن ازش استفاده کنن که حس شخصی تر به مشتری بدن. حتی امتحانتون رو هم میشه با دستخط خودتون بدین. برای اینکه ببینیم کار ربات واقعا چقدر خوبه، از آدام برند که خط‌شناسه خواستم نتیجه کار رو نگاه کنه، بگه کدوم به کدومه. پایینی رو آدم نوشته، بالایی مکانیکیه. دقیقاً پایینی رو من نوشتم. واقعا اینقدر آسونه تشخیصش؟ فاصله ها رو درست درآورده، زاویه ها و شکل حروف رو هم درست درآورده، ولی متن روون نیست. یکم اینجا، یکم اونجا. از دستخط من چی در مورد من میفهمی؟ یه چیزای جالبی از دستخط معلوم میشه. حساسیت، مهارت، عشق به اطلاعات، اشتیاق ذهنی. یعنی این چیزایی که از روی دستخط من گفتی، از روی نسخه‌ای که ماشین نوشته نمیشه گفت؟ میشه گفت، ولی چیزی که اون نوشته روح نداره. در همه حدی که الان هست فکر میکنی میشه ازش سوء استفاده کرد؟ خب قطعا میتونه مسئله امنیتی ایجاد کنه، ولی تشخیص این که کدوم رو آدم نوشته، کدوم رو ماشین، آسان تر از این حرف است. فکر کنم تو اولین نفری هستی که یه چیز مثبت از دستخط من گفتی. هند رایتینگ کمپانی قصد داره این سیستم رو جوری توسعه بده که در آینده بتونید در خونه نامه با دستخط خودتون چاپ کنید. به دستیار هوشمند خونگیتون بگید براتون یه چیزی بنویسه و حتی تعیین کنید با چه حسی بنویسه. مثلا سبک و روون اگه خوشحالین، یا سنگین و پرفشار اگه عصبانی هستید. اما فناوری تشخیص چهره فقط در اختیار پلیس نیست. شرکت‌های خصوصی هم رفتن سراغ خرید و ارائه این خدمات. اما گردآوری داده‌ها و جاهایی که این فناوری در حال گسترشه، یه مقداری فکر آدمو مشغول می‌کنه. جف وایت در یک بازه 6 ماهه در سال 2018 حدود 15 میلیون نفر در قالب یک طرح آزمایشی تشخیص چهره در این مرکز خرید عظیم منچستر اسکن شدند و فقط یک نفر دستگیر شد. طرح مرکز خرید ترافورد بعد از اینکه نهاد مسئول دوربین‌های مداربسته بریتانیا چند مورد ایراد حقوقی به این طرح وارد کرد، متوقف شد. اما بعضی کسب و کارها طرح‌های مشابهشون رو تعطیل نکردند. فیس واچ چهره تک تک مشتری‌ها رو اسکن می‌کنه. هر چهره به یک الگوریتم بدل میشه و هر تشابهی اخطار میشه. اخطار رو میشه همزمان به چند کاربر فرستاد که هر کدوم اقدامات لازم رو انجام بدن. هدفشون اینه که یکی از بزرگترین بانک داده های تصویری رو از کسانی که گفته میشه مجرمند ایجاد کنند. کار این شرکت در یکی از بارهای لندن آغاز شد. گوردون مدعیه که قدیمی ترین بار شراب لندنه. بیش از 100 سال قدمت داره، اما توش جدیدترین فناوری تشخیص چهره نصب شده و شرکتی که این فناوری رو نصب کرده رویاهای بزرگی برای آینده خدماتش در سر داره.
این دوربین اصلی ورودی باره. درسته. بله بله. هر کس میاد اینجا باید از همین در وارد شه و شما گیرش میندازین. بله این یکی میاد تو یه نگاهی به اطراف میندازه ببینه کجا میخواد بره. میزنه روی نمایشگر میگه این چهره رو جایی دیده و اختار میده و همین آدم بوده. مسئله اینی که شما یه شرکت خصوصی هستین و اینجا هم یه کسب و کار خصوصیه. فکر نمی‌کنین روش مناسب این کار از طریق پلیسه؟ نباید این اخطار به پلیس فرستاده بشه؟ چرا این کار نمیشه؟ بله ما فرصت همکاری با پلیس رو هم داریم. در حال حاضر مشغول امضای یک توافقنامه ایم که اطلاعاتمون رو به اشتراک بگذاریم. امیدواریم پلیس با ما همکاری کنه و فهرست مجرمان خرد و سطح پایین رو بهمون بده. غذاخوری‌ها، فروشگاه‌های مستقل، فروشگاه‌های بزرگ، سالن‌ها و برنامه‌ها. شیوه کار اینجوریه که کسب و کارهایی که از سیستم فیس واچ استفاده میکنن عکس کسانی رو که فکر میکنن خلافکارن آپلود میکنن. فیس واچ اون عکس ها رو ذخیره میکنه و به مشتری های دیگه‌ش هم میده و نرم افزار تشخیص چهره فیس واچ خودکار این آدم ها رو به محض ورود تشخیص میده. مشکل اینه که آدم بیگناه هم ممکنه جزوشون باشه. هیچ کدوم از این افراد محکوم نشدن درسته؟ نه ضرورتاً، ولی مشتری ما باید مدرک داشته باشه. بخشی از توافق ما با کسب و کارهایی که میخوان از این سیستم استفاده کنن اینه که برای اینکه عکس بگیرن و روی سیستم ما آپلود کنن باید مدرک داشته باشن. این بانک داده رو که قرار نیست عمومی کنید. منظورم اینه که من نمیتونم برم عکساتون رو نگاه کنم ببینم منم توش هستم یا نه. نه، در واقع یه بانک داده خصوصی. بله خصوصیه، ولی شما یا هر شهروند دیگری میتونین به فیس واش درخواست بدین و ما میگیم که در سیستم ما هستید یا نه. اگه من ندونم اسمم توی این بانک داده هست چجوری ممکنه به این که اسمم هست اعتراض کنم؟ به نظرم کسی چون این درخواستی میده که موردی برای نگران شدن داشته باشه. تا الان در همه آزمایش‌های ما معلوم بوده دوربین هست چون دم در ورودیه و ظاهر منحصر به فردی داره. با این حال تا الان حتی یک نفر هم چون این درخواستی نداده. مسئولان فیس واچ میگن عکس‌ها بعد از 2 سال اتوماتیک پاک میشن و اونطور که به ما گفتن در حال مذاکره با پلیسند که بانک اطلاعات مظنونین رو به اشتراک بذارن و استفاده از تشخیص چهره محدود به رستوران‌ها و مغازه‌ها نیست، برای حفاظت از کسب و کارهایی به مراتب پولسازتر هم استفاده میشه. آدم انتظار داره توی کازینوی شلوغ لندن پر دوربین مداربسته باشه، ولی دوربین بالای این پله برقی یکم فرق داره. روی دوربین نرم افزار تشخیص چهره نصب کردن. چهره من رو اسکن میکنه، بعد توی بانک دادش میگرده ببینه باید با دست گل بیان استقبالم یا با اردنگی. این کازینو تمام مشتری ها رو اسکن میکنه ببینه در لیست مورددارها هستند یا نه. ما اطلاعات حدود 3000 مشتری رو داریم. بعضیا مشتری خودمونن که عکسشون رو خودمون گرفتیم. حالا یا خودمون متوجه شدیم مشکل قمار یا مشکلات مرتبط با قمار دارن، یا خودشون اعلام کردن چنین مسائلی دارن. یه تعداد عکس هم هست که از یه بانک داده دیگه به اسم سنس گرفتیم. این بانک داده مربوط به اون افرادیه که خودشون داوطلبانه خواستن اسمشون به این سیاهه اضافه بشه که دیگه در هیچ کازینوی در بریتانیا نتونن قمار کنن. اما آینده تشخیص چهره فراتر از دوربین‌هایی که روی سقف یا توی ماشین نصب میشه. فناوری تشخیص چهره در آینده کوچیک و متحرکه. مثل این یه دوربین فیلمبرداریه که روی لباس پلیس نصب میشه. حدوداً در چنین ارتفاعی که برای فناوری تشخیص چهره ایده‌آله. چنین چیزی اگر به کار گرفته بشه قطعاً نظارت پلیس از طریق تشخیص چهره در خیابون‌ها رو دست کم از نظر گستردگی کار متحول خواهد کرد. یکی از شرکت‌های بریتانیایی که روی این نوع فناوری تشخیص چهره متحرک کار می‌کنه شرکت دیجیتال بریرز. فناوریشون با چند تا دونه عکس من و شما که از اینترنت برداشته باشن کار می‌کنه. ریچارد از مهندس‌های دیجیتال بریرز. نرم افزاری که روی اون گوشی نصب کرده همون نرم افزاریه که روی دوربین‌هایی که به لباس وصل میشه. گوشی موبایل هرگز من رو ندیده، فقط چند تا عکس من که روی اینترنت بوده رو دادیم به ریچارد. می‌خوایم ببینیم گوشی من رو از روی این عکس‌ها می‌شناسه یا نه. نرم افزار میتونه زمان و محلی که نفر شناسایی شده رو ثبت کنه. در نتیجه اگر چند تا دوربین داشته باشین میشه آدم‌ها رو در حال حرکت دنبال کرد. داده‌ای که از این کار به دست میاد رو میشه تبدیل کرد به یه نقشه که مسیری رو که سیستم فکر میکنه شما طی کردی نشون میده. مدیران دیجیتال بریرز معتقدند این ابزار یه قدم به جلوست.
نسل دوم ابزار تشخیص چهره پوشیدنی که داره به بازار میاد زنده خواهد بود. یعنی میشه باهاش زنده تصویر پخش کرد. یه مامور میتونه تصویر زنده بفرسته برای مامورای دیگه در اتاق کنترل. ضمن اینکه همزمان تشخیص چهره هم انجام میده. با چنین ابزاری میشه گفت دوران جدیدی در نظارت دیجیتال شروع میشه. با ترکیب این سیستم ها و هوش مصنوعی میشه تصویر دوربین ها رو در لحظه با ده ها هزار تصویر موجود در یک بانک داده مقایسه کرد. ولی از نظر آزادی های مدنی وارد حوزه خطرناکی میشیم، نه؟ وقتی آدم های بیشتری در این لیست باشن و آدم های بیشتری باهاشون مقایسه بشن، بالقوه آدم های بیشتری هم به درد سر میافتن. اگر شهری مثل لندن رو در نظر بگیریم که مثل اغلب شهرهای بزرگ مسئله مقابله با تروریسم داره، واضحه که اولویت کسی که اسمش در چنین لیستی هست با کسی که به دلیل خلافی که در یک محل کرده دنبالشن فرق داره. مسئله آزادی‌های مدنی هم باید به شکل دیگه‌ای حل بشه. اونجا مسئله تناسب بین مسئله و راه حل در سطح دیگه‌ایه. دغدغه شخصی من بیشتر در مواردیه که این فناوری در بخشای تجاری و با مقررات کمتر به کار گرفته میشه. اینکه یه سازمان تجاری بتونه یه بانک داده بسازه و در دسترس همگان قرار بده و بگرده دنبال آدمایی که عملاً هیچ کنترلی روی چگونگی شکل گرفتن اون لیست ندارن، به نظر من مسئله بسیار جدیه و تبعات جدی داره. به ویژه اون که این فناوری ها به مرور ارزون تر میشه و افراد بیشتری میتونن بخرن. خب به پایین برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه در وبسایت ما ببینید، به نشونی bbcpersian.com/click از طریق یوتیوب bbc فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی هم اونجا در دسترس هستند. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.